درباره محیط های مختلف صحبت کردیم درباره که اجایل تو چه محیط های در واقع جواب میده توجه کردید که ما اینجا گفتیم که سرتین و انسرتین یعنی دارای قطعیت و دارای عدم قطعیت این که گفتیم شناخته و ناشناخته الزامات شناخته و ناشناخته باشن مثل اینکه بگیم نیازهای آدم ها شناخته و ناشناخته باشن که خب تقریبا میشه گفت برامون اون اما اینکه یک چیزی سرتین یا آنسرتین باشه جای بحث داره که خب سرتین چیه قطعیت چیه عدم قطعیت چیه ریسک چیه اینجا جا داره که یه خورده درباره این مسئله یه مکسی بکنیم روی این مسئله و عدم قطعیت رو برای خودمون شفاف کنیم چرا که ما داریم در محیط عدم قطعیت کار میکنیم برای اینکه بتونیم اینو بهتر درک بکنیم میتونیم اون رو با ریسک مقایسه بکنیم چون غالبا با ریسک یکی پنداشته میشه یعنی تصور میکنیم که عدم قطعیت همون ریسکه در که عدم قطعیت همون ریسک نیست ریسک تعریف ریسک اینه که اگر اون چیزی که ما مد اون ریسک اگر اتفاق بیفته میتونه روی اهداف ما تاثیر بذاره ریسک یک چیزیه که اگر اتفاق بیفته میتونه روی اهداف ما تاثیر بذاره بکیم. در حالی که درباره عدم قطعیت ما اطلاعاتی نداریم که چه تاثیراتی میتونه روی ما بذاره در حالی که در ریسک ما اطلاعات داریم ما میدونیم که اگر اتفاق بیفته تاثیر میذاره اما در عدم قطعیت ما اطلاعاتی درباره اینکه چه اتفاقی میخواد بیفته چه تأثیری میتونه بذاره نداریم. ریسک قابل اندازه گیریه یعنی چی؟ ریسک براش داده وجود داره اگر ما میگیم یک چیزی 20 درصد ریسک داره 70 درصد ریسک داره یعنی ما یک سری داده های گذشته رو بررسی کردیم بر اساس داده های گذشته به این نتیجه رسیدیم که این ایونت خاص این کار خاص این رفتار خاص این درصد ریسک داره خطر داره پس داده داریم داده های گذشته داریم مثلا هیستوریکال دیتا برش داریم اون داده های گذشته هستن که داره به ما میگه که ریسک چند درصده در حالی که ما در درباره عدم قطعیت اصلا داده ای نداریم اطلاعاتی نداریم به همین خاطر نمیتونیم اندازه گیری بکنیم نمیتونیم بگیم یکم عدم قطعیت 20 درصد عدم قطعیت 50 درصد عدم قطعیت در که در ریسک میتونیم بگیم دیت های گذشته ای وجود نداره داده ای وجود نداره که عدم قطعیت رو بتونه در واقع شرح بده که ما بتونیم بر اساسشون رو اندازه گیری بکنیم خیلی نکته مهمی یکی از شاید مهمترین تفاوت بین ریسک و عدم قطیت همینه که عدم قطیت اصلا قابل اندازه گیری نیست نمیتونی حتی نمیتونیم بگیم در واقع باید بگیم بی نهایت در عدم قطیت تنها گزینه ای که میتونیم براش قائل بشیم بی نهایت برای کنترل کردنش وقتی که نتایجش مشخص بشه ما میتونیم ریسک رو کنترل کنیم نتایج ریسک اگر مشخص بشه و شناخته شده باشه برای ما ممکن ریسک کنترل بکنیم یعنی مثلا من میدونم که اگر اگر بخوام از یه ساختمون بپرم روی یه ساختمون دیگه این یه فاصله داره مثلا دو متر فاصله داره اگر من 20 بار تمرین کرده باشم و بتونم از فاصله های مثلا دو متری یا دو متر و ده سانت یا یک و سانت احتمالا 20 بار با موفقیت بپرم اه تمالاً میتونم این ریسک رو کنترل کنم و از این دو مترم بپرم اما اما از اون جایی که در محیط عدم قطعیت نتایج ناشناخته است ما عدم قطعیت رو نمیتونیم کنترل هم بکنیم ما نمیتونیم عدم قطعیت رو در اختیار بگیریم عدم قطعیت رو مدیریت بکنیم ما تنها چاره ای که داریم اینه که با عدم قطعیت دیل بکنیم یعنی با عدم قطعیت کنار بیاییم در حالی که ریسک رو میتونیم مدیریت کنیم میتونیم کنترل بکنیم درباره احتمالش خب ریسک یک احتمالی داره ما همونطوری که گفتم مثلا 20 درصد ممکن اتفاق 50 درصد ممکن اتفاق بیفته در حالی که عدم قطعیت هیچ احتمالی نداره و ما حتی نمیتونیم حدس بزنیم که چند درصد چه مقدار چه میزان عدم قطعیت وجود داره باز یه جای دیگه پس این تفاوتش با یک مسئله دیگه است که خب بعضی وقتا این،, این عنوان میشه که خب تمام جهان در عدم قطعیت هست. این درسته اگر بخوایم به اون عدم قطعیت فلسفی نگاه بکنیم بله همه هستی در عدم قطعیت اما ما داریم درباره عدم قطعیتی در حوزه نیازهای افراد و در حوزه روشهای تولید صحبت میکنیم ما داریم درباره عدم قطعیت به اینها صحبت میکنیم که این دوتا باید با هم مب بشن یعنی نیاز افراد با روش تولیدی ما مب بشه با هم چفت بشن تا ما بتونیم به یک خروجی برسیم پس اوورال به صورت عمومی اگر بخوایم جمع بکنیم عدم قطعیت رو عدم قطعیت قابل اندازه گیری نیست قابل کنترل نیست نتایجش قابل در واقع پیش بینی نیست و ما هم نمیتونیم کنترلش بکنیم باید باش دیل بکنیم باید در واقع باش کنار بیایم و سعی بکنیم که در جهان عدم قطعیت بتونیم اون خروجی مد نظرمون رو بگیریم و خب دیدیم که ریسک قابل اندازه قابل مدیریت ما در عجل کاملا روی این مسئله تمرکز میکنیم که ریسک ها رو مدیریت بکنیم این هم از ریسک حالا میخوایم بریم سراغ پروداکت بریم سراغ اولین پروداکت گفتیم که پس گفتیم که ما پروژه رو نمیخوایم میخوایم بریم سراغ پروداکت ما از اون روش قدیمی نمیخوایم استفاده کنیم میخوایم بریم سراغ روش های اجایل پس میخوایم با روش های اجایل یک پروداکت خلق بکنیم در چه محیطی در یک محیط پر از عدم قطعیت در یک محیطی که سرشار از عدم قطعیت ناشناختگی درش وجود داره و ما میخوایم در این محیط اولین محصولمون رو خلق بکنیم بریم سراغ اولین محصول